به نام خدا. قصه های هزار و یک شب، شب 13. شهرزاد قصه گو شب 13 را این گونه آغاز کرد: و اما ای ملک جوانبخت، دیشب گدای دوم مهمان خانه سخاتون گفت که افریت مرا پرواز کنن به بالای کوهی برد و آنگاه مشتی خاک بر صورتم پاشید و وردی خواند. ناگهان من تغییر شکل دادم و به شکل میمونی در آمدم و به سرعت از کوه پایین آمدم. در پایین کوه و در ساحل دریا آبادی کوچکی بود که از اتفاق یک کشتی در آن ساحل پهلو گرفته بود. من بدون اینکه توجه کسی را جلب کنم داخل کشتی شدم. بلا فاصله لنگر کشیدند و کشتی به حرکت در آمد. مسافران کشتی با دیدن من بنای اعتراض گذاشتند و به ناخدا گفتند: وجود یک میمون در کشتی نامیمون است و چه بسا که حضور این حیوان ما را در دریا دچار طوفان کند. و یکی از مسافران شمشیر از نیام کشید و آن را به ناخدا داد و گفت: سر از تن این میمون بدیوم جدا کن. من اشک ریزان و ناله کنان خود را به دامان مرد ناخدا آویختم که دل ناخدا سوخت و رو به بازرگانان کرد و گفت: این میمون هم آفریده خداست. شما را هشدار می دهم که کسی مزاحم او نشود. بدین ترتیب در طول سفر من چون خدمتکاری صادق در کنار ناخدا بودم و هرچه دستور می داد برایش انجام می دادم. یک ماه سفر دریایی ما به درازا کشید. بالاخره به بندری که مقصد بازرگانان مسافر کشتی بود رسیدیم. خادمان پادشاه آن ملک چون از لنگر انداختن کشتی با خبر شدند، لوح و قلمی آوردند تا بازرگانان نوع و مقدار کالای خود را روی آن بنویسند. وقتی همه بازرگانان بر لوح نوشتند، مقداری از سطح لوح جای نوشتن داشت. من عزم نوشتن بر لوح را نمودم. فریاد بازرگانان بلند شد که ای ناخدا، مانع این میمون شوید، زیرا الان است که لوح نوشته های ما را بشکند. اما ناخدا که دیگر از نگاه های من تمام مکنونات قلبم را می‌خواند، رو به بازرگانان معترض کرد و گفت: این میمون آنقدر با شعور است که اگر خطی بنویسد جلوه این لوح بیشتر شده و توجه سلطان جلب می شود. و سپس با سر اشاره کرد که بنویسم. من به 4 شیوه خط 4 بیت برای سلطان آن دیار نوشتم. چون خادمان سلطان لوح را به دربار بردند و پادشاه شرح کالا و اجناس را دید، پاسخ داد: من و دربارم را به این گونه کالاها نیازی نیست. برای بازرگانان مسافر بازاری در شهر ترتیب دهید که اجناس خود را بفروشند. اما آن مرد شاعر خوشنویس را به دربار بیاورید. که خادمان به عرض سلطان رساندند: قربان، این نوشته از یک میمون است و سلطان امر کرد آن میمون را به هر قیمتی که گفتند بخرید و به دربار بیاورید. پس خادمان به نزد ناخدا آمدند و خلعتی به دوشش افکندند و مرا به حضور سلطان بردند. من چون وارد بارگاه شدم، به رسم وارد شوندگان آستانه در را بوسیدم و سپس با ادب تمام و دو زانو پای تخت سلطان نشستم. چون سفره گستردند، سلطان اشاره کرد تا با او و سایرین هم غذا شوم. پس در نهایت ادب و با رعایت آداب به قدر نیاز چند لقمه‌ای خوردم و سپس دست و دهان شستم و کاغذ و قلم برداشتم و 3 بیت دیگر نوشتم. سپس پادشاه همچنان که غرق حیرت بود دخترش را صدا زد و گفت: گل بانو دخترم، بیا که این شگفت‌انگیزترین میمونی است که در همه عمرم دیده ام. و چون دختر پادشاه به سرای آمد، تا مرا دید دقیق تر در چشمانم نگریست. آنگاه رو به پدرش کرد و گفت: پدر جان، باید بدانید آن که رو به روی شما نشسته امیرزاده هنرمندی است که سختی بسیار کشیده و توسط افریت به این شکل در آمده است. آنگاه سلطان از گلبانو پرسید: فرزندم، بگو بدانم تو رمز جادو را از که آموخته ای؟
دختر پاسخ داد: ای پدر بزرگوار، من از پیرزالی رمز 170 گونه جادو آموختم. سلطان دوباره پرسید: آیا می توانی جادوی او را باطل کنی؟ دختر پاسخ داد: آری. و دایره ای روی زمین کشید و وردی خواند. ناگهان صدای رعد و برقی قصر پادشاه را لرزاند و افریتی هراس‌آفرین پدیدار شد و بر سر گلبانو فریاد کشید: ای نابکار پیمان شکن، چرا عهد خود را فراموش کردی؟ مگر ما قرارمان این نبود که دیگر کاری با یکدیگر نداشته باشیم؟ پس آنگاه افریت خود را به شکل شیری ترسناک درآورد و قصد حمله به گلبانو را نمود که دختر پادشاه تار مویی از سر خود کند و بران وردی خواند و تار مو تبدیل به شمشیری بران شد. شمشیر بران را بر سر آن شیر درنده فرود آورد و شمشیر به جای فرود بر سر بر گردن شیر نشست و سر را از تن جدا کرد. سر از تن جدا شده تبدیل به عنکبوتی هیولاگونه شد. دختر وردی بر خود خواند و فوت کرد و تبدیل به ماری شد. چون قصد حمله به عنکبوت را نمود، ناگهان عنکبوت تبدیل به عقابی شد و به هوا پر کشید و دختر به صورت کرکسی دهشت آور درآمد. افرید خود را به شکل اناری درآورد که آن انار بر روی زمین افتاد و پاره شد و دانه هایش روی زمین پخش شد، غیر از یکی از دانه ها که توی حوض پر آب مقابل ایوان افتاد. باز هم دخترک خود را از شکل کرکس تبدیل به خروسی نمود و دانه های انار را برچید. خروس مرتب در مقابل ما پر و بال می زد و با منقار خود اشاره به دانه انار در آب افتاده می کرد، ولی هیچ کدام به منظور او پی نبردیم. در همین هنگام دیدم که آن دانه انار تبدیل به هیولایی ماهی مانند شد و خروس فوراً به شکل نهنگی در آمد و در آب افتاد. باز ماهی بزرگ هیولا مانند شرار آتشی شد و به آسمان رفت و نهنگ تبدیل به شراره آتشی بزرگتر. دو شراره آتش در آسمان بالای قصر به جان هم افتادند. بالاخره یکی از شراره های آتش آن افرید به چشم چپ من خورد و چشمم را کور کرد و شراره دیگر به زنخدان من خورد و موی آن را سوزاند که من به شکل کوسه ها در آمدم. در آن موقع بود که آسمان رعد و برق دیگری کرد و فریادی در فضا پیشید که نابود باد افرید دشمن بشریت. بلافاصله شراری دشمن تبدیل به دودی شد و به آسمان رفت و دختر پادشاه دوباره به شکل اول در آمد. آنگاه وردی خواند و من از شکل میمون به شکل اولیه خود در آمدم. سپس رو به پدرش کرد و گفت: پدر بزرگوار، به خاطر آنکه من عهد شکسته و سحر این امیرزاده را باطل کردم، همین امروز دیگر افریتان آمده و مرا خواهند کشت. قصه از این قرار است که افریتی در شکل پیرزال وقتی به من 170 نوع جادو را آموخت، از من خواست که افریت شوم. اما وقتی حاضر نشدم انسانیت خود را فدای رمز جادو بکنم، آن پیرزال موقع خداحافظی به من گفت: اگر قول دهی که هرگز از این جادوها استفاده نکنی، اشکالی ندارد. اما اگر روزی در صدد برآمدی بدون افرید شدن رموز جادوگری را به کار بگیری، بلا فاصله دود گشته و به آسمان خواهی رفت. و اما پدر جان، علت این که من سکوت خود را شکستم این است که شاهزادهی که اینجا ایستاده جوانی دانشمند و پرهنر است که روزی در مسیری چشم من و همراهانم به او که برای طلب علم به دیارمان آمده بود افتاد. من در همان نظر اول یک دل نصد دل عاشقش شدم. او 3 ماه در شهر ما ساکن بود و هر روز صبح به خانه میرزا طاهر خوشنویس می رفت و تعلیم می گرفت و من هر روز سر راه او می ایستادم. اما این پسر آنقدر متین و نجیب بود که حتی یک بار هم سر خود را بالا نکرد تا نگاهی به من بیاندازد. بالاخره روزی تصمیم گرفتم که فردایش جلوی او را بگیرم و سر دل خویش را با او بگویم. اما متاسفانه آن روز آخرین روز درس گرفتن این شاهزاده بود. تا
چون صبح روز بعد شاهزاده را در راه ندیدم، از میرزا سوال کردم و فهمیدم که شاهزاده به دیار خود رفته. من 3 سال در غم هجران شاهزاده سوختم تا اینکه معشوق را در هیئت میمون در سرای شما دیدم و با اینکه می‌دانستم اگر ساحری کنم فرمانروای کل افریتان مرا خواهد کشت، اما من عاشق جان را در کف دست گذاشتم تا او را به شکل انسان درآورم. و در این هنگام بود که گردی در آسمان بالای سرمان پدیدار شد و دستی بزرگ پایین آمد و دختر پادشاه را میان پنجه های خود گرفت و به داخل گرد و غبار برد. من در میان بهت و حیرت از آن دیار بیرون آمدم و به جای آن که راه مملکت خیش در پی گیرم، رو به جانب شهر بغداد گذاشتم و در این شهر سازی خریدم. در دکان ساز فروشی بودم که با این 2 نفر برخورد کردم. هر 3 همراه شدیم و گفتیم اولین خانه مجللی که دیدیم در قلباب می کنیم و زخمه بر ساز می زنیم و مرهمی بر دل خیش می گذاریم. خاتون برتر گفت من که باشم تا فرمان قتل شاهزاده ای هنرمند را صادر کنم؟ و در حالی که اشک ریزان می گفت تو هم می توانی بروی، باز این بیت را شنید: چون روم من ز درگهت این جان، ناشنیده حدیث یاران را. چون قصه بدینجا رسید سلطان را خواب ربوده بود و شهرزاد در انتظار شب بعد بود که باز هم سلطان را با تعریفهایش به خانه 3 خاتون بغدادی ببرد. پایان شب 13